سلام دوستان، حامد هستم و اینجا مستایمر و نشستیم اینجا دوره هم که ریاضیات رو با یه روش خیلی ساده تر با همدیگه یاد بگیم. بچه ها، بحثی که الان داریم بحث شیرین مثلثاته. نگید که از این بحث فرارین و ازش بدتون میاد. چرا؟ چون اگر از بیس و از پایه مفاهیم رو خوب یاد بگیرین و مسلط بشین، مطمئناً درس لذت بخشی میشه براتون. بچه ها، مثلثات از واژه مثلث ایجاد شده. ما یه مثلث خیلی مهم داریم، مثلث قائم الزاویه، که نتایج عجیب و غریبی داره. بچه ها، فقط فیثاغورس رو ازش یاد نگیرین، خیلی مفاهیم تو دل این سگوش وجود داره که میخواییم بهش بپردازیم و از اینجاست که ایده مثلثات نشأت میگیره و یک دایره بسیار مهم، دایره جادویی هم داریم تو این بحث. چه دایره ای؟ یه دایره به شعاع یک. اوکی؟ شعاع دایره ما یکه. یعنی اگر اینجا طبق شکل بچه ها این مبدا باشه، خب من یه قلم انتخاب بکنم براتون، این مبدا دایره که صفر باشه، بچه ها محور x ها رو دارم و محور y ها رو. اوکی، از این به بعد یادتون باشه محور x ها اسمش کوسینوس x، یعنی کوسینوس ها روی محور x تعریف میشن و محور عمودی و y به ما سینوس رو میده و سینوس x. اوکی، و چون گفتیم که شعاع دایره یکه، پس طبیعتاً اینجا که صفر باشه این نقطه میشود مثبت یک، این نقطه میشود منفی یک، و این بالا مثبت یک اینه برای سینوس و این تهش هم که منفی یک سینوسه. بچه ها، این شد محور سینوس و کوسینوس که محور برای خودشون دارن. آقا تانژانت چه محوریه؟ این قرمز رنگه تانژانت ماست، تانژانت ایکس، این محور قرمزه. بچه دیگه از مبدا رد نمیشه، تانژانت صفرش روی یک کوسینوسه، یعنی این نقطه دوستان صفر تانژانته و کوتانژانت این سبز رنگه است، کوتانژانت این افقیه کوتانژانته که بچه صفرش، صفرش اینجا افتاده روی یک سینوس افتاده. اوکی بچه، هر چی سمت بالای صفر و یا راست صفر باشه مثبته، هرچی هم که زیر صفر باشه و چپش باشه منفیه دیگه. مثلا این محور کوسینوس، خب علامت ها رو میخواد ما بده، میگیم آقا مثلا در ربع اول این زاویه ها چه علامتی هایی رو دارن. من یه زاویه دلخواه اگر رسم کنم به این حالت، خب میتوان فهمید که چه علامتی رو این چهارتا عنصر، چهار تا مؤلفه داره. سینوس بود، کوسینوس بود، تانژانت و کوتانژانت. بس علامت ها رو بیاد یاد بگیریم. بچه کافیه که هر زاویه که به شما دادن، نوک اون پیکان رو از اون نوک اون زاویه که داریم، بچه عمود وصل کنیم به اون محور مربوطه. من الان میخوام در این زاویه من که آلفا نام دارد و در ربع اول است، بفهمم سینوس هم چه علامتی داره. ببین علامت رو میگم، مقدار رو هنوز نمیگیم. آقا چه علامت داره؟ خب وصلش کن به محور سینوس. من به این شکل وصلش میکنم، میاد یه جا اینجا قطعش میکنه. آقا اینجا علامتش مثبته چون بالای صفره، بله، و همینطور برای کوسینوس دارم، میاد اینجا قطعش میکنه، اینجا بالاخره بین صفر و یکه، علامتش چیه بچه ها؟ مثبته. و تانژانت دوستان، تانژانت یعنی چی؟ بچه ها تانژانت سینوس بر روی کوسینوسه، سینوس x تقسیم بر کوسینوس x میشه تانژانت. این تعریف تانژانته، روش فرمولش. و کوتانژانت چیه دوستان؟ کوتانژانت برعکس تانژانته، یعنی کوسینوس تقسیم بر سینوس. خب پس ببینید، برای اینکه علامت تانژانت و کوتانژانت رو بدونم، همون کافیه علامت سینوس و کوسینوس رو بدونم بعد تقسیم کنم به هم. الان هر جفت اینا مثبتن، تقسیم بشن به هم، تانژانتمون هم مثبت میاد و کوتانژانت هم مثبت میاد. ولی بیاید از این نگاه دیگه بهش نگاه کنیم و یه جور دیگه ببینیم. بچه‌ها، میخوام وصلش کنم به محور مربوطه. بچه‌ها، ادامه این زاویه آلفا رو اگر من بیام وصل کنم به تانژانت، همچین جایی تانژانت رو قطع میکنه. بچه‌ها،
اینجا الان چون بالای صفرشه مثبته، پس این هم یک نگاه دیگه. یه بار گفتیم علامت ها رو تقسیمی انجام بده، بگو سینوس تقسیم بر کوسینوس، مثبت در مثبت مثبت، اوکی. و یه بار واقعا وصلش کن و ببین که مثبته. مثلا کوتانژانت مثبته دیگه، نه واقعا وصلش کنیم، نوک امتداد این زاویه رو هی بریم و بریم و بریم تا برسیم به کوتانژانت که اینجا میرسیم بهش. اینجا هم یک مقدار مثبت داره، چرا؟ از صفرش چیه؟ به این اندازه سمت راست رفته، یه علامت مثبت داره. بله، مثلا ربع دوم رو میخوام بحث کنم. آقا ربع دوم رو مثلا با این رنگ نشون بدیم. آقا به این ربع دوم، به این زاویه هم میگن منفرجه. بچه زاویه ها اگه 90 باشه میگن قائمه، کمتر از 90 باشه میگیم حاده. ربع اول حادن، کمتر از 90ن، و اگر 90 باشه که میشه قائمه. از 90 بیشتر میشه زاویه منفرجه یا زاویه باز، اوکی؟ دهنش باز دیگه، مثل اون تنسا که دهنش رو باز میکنه، این میشه چی؟ منفرجه. الان ربع دوم منفرج است، اوکی؟ خب چه ویژگی داره علامتش؟ آقا مثلا گفتم این ربع دوم این زاویه منه، خب هر جور دلخواه میتونی بکشید، داریم علامتی بحث میکنیم. سینوس چه علامتی داره بچه ها؟ و اگر وصلش کنم به سینوسش، هر جا اینجا بخوره، هر جا بخوره بالای صفره و کمتر از یکه، پس مثبته. پس ربع دوم سینوس مثبته دیگه، حفظ نکنه، بدون که چرا مثبته، چون وصلش میکنم یه جایی بالای صفر قطعش میکنه. ربع دوم کوسینوس چیه بچه ها؟ خب بذار وصلش کنم ببینید. این ربع دوم منه، از همونجا عمود میرم روی محور مربوطه که اسمش کوسینوسه. بچه ها اینجا خورد؟ بله، اینجا منفیه دیگه، چرا؟ چون صفر کوسینوس اینجا مگه نبود؟ این ورا مثبت، سمت چپ منفی، پس اینجا منفی شد. پس سینوس مثبت در اومد، کوسینوس منفی در اومد. خب بچه تانژانت چی در میاد؟ مثبت در منفی، منفی، تانژانت هم منفی شد، کوتانژانتمون هم منفی در میاد. تقسیم ایناست دیگه، علامتش تقسیم کنم، مثبت در منفی، منفی میاد در هر حالتی. و میخواین ببینید واقعا چجوری منفی میاد؟ امتدادشو الان من بکشم، میاد کوتانژانت رو کجا قطع میکنه بچه ها؟ اینجا. خب اینجا منفیه دیگه، درسته؟ پس امتداد اون زاویه هم به ما نشون میده که اون عامل منفی یا مثبته. اما بچه ها یه چیز جالب، الان اینجا تانژانت رو اصلا قطع نمیکنه. ببین زاویه جوریه که خب ما میگیم واگرا، یعنی این تانژانت من باشه، زاویه من ازش داره دور میشه. وقتی دور بشه هیچ وقت به این نمیخوره. از کجا بس بفهمم تانژانتش چقدره؟ بچه‌ها قانون داریم ما، اگر امتداد خود زاویه نخوره به اون محور، ما دوم اون زاویه رو از اون بر به شکل برعکس امتداد میدیم تا بخوره به اون محور. کاری میکنیم که بخوره. ببین الان این فلش که من کشیدم اینجوریه، مثلا شمال غربیه، نه من جنوب شرقی میکشم، میشه ببین همون امتدادی که داره ولی به سمت برعکسش میام و جالبه اینجا میخوره به تانژانت. و گفتیم که صفر تانژانت هم اینجا بود، زیر صفر یعنی منفی. پس ببین تانژانت و کوتانژانتش گفتم منفی در میان، اینم دیدگاهش که چرا منفی در میان. با دیدن یاد بگیر و بفهم که چرا اینجوریه. الان دیگه با این چیزی که گفتم ربع سوم و چهارممون هم حل دیگه. مثلا ربع سوم، خب به عنوان مثال با این رنگ نشونش بدیم، آقا این الان یه آلفاییه، ربع سوم مگه نیست؟ خب چه علامت هایی دارن؟ سینوسش چیه؟ شما به من بگید. آفرین، سینوس یعنی من عمود وست کنم به محور سینوس ها. و بچه ها میاد اینجا قطع میکنه، اینجا منفیه، زیر صفرشه، منفیه. حالا همون جور بگید چقدر کوسینوس داره و علامت رو به من بگید. خب وصلش میکنم به محور کوسینوس ها، هر جا که بخوره آقا منفی اینم، چرا؟ چون چپ صفره. پس در ربع سوم سینوس هم منفی شد، کوسینوس هم منفی شد، اوکی. تانژانت چی میشه؟ تانژانت مگه نگفتیم سینوس تقسیم بر کوسینوسه؟ خب این که منفی، اونم که منفی، منفی در منفی مثبت، تانژانت مثبته. میخوای ببینی واقعا مثبتش چجوریه؟ امتداد بده بخوره به محورش. من امتداد میدم، آقا اصلا نمیتونه بخوره به اون محور، قرمزه. قانون گفتم امتداد فرضی بهش بده، امتداد فرضیشو اگر بری مطمئنم به یک جایی از مثبت ها به تانژانت میخوری. تانژانت گفتم مثبته، اینم مثبتش، اوکی؟ و کوتانژانتمونم مثبت در میاد،
چون سینوس کوسینوس جفت منفی هن، منفی در منفی مثبت، و امتداد فرضی این کوتانژانت رو هم در جای مثبتی قطع میکنه. این از علامت. اوکی؟ گوش کنید بچه‌ها، یه نکته خیلی مهم. من الان چهار تا دوست دارم: سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت. میخوام یه دونش رو به شما بدم، بقیه رو ازتون بخوام. این الگوی کار امروز ماست. پس برای اینکه اینو بفهمید، میخوام یه مثلث بهتون معرفی کنم، مثلث قائم الزاویه معروف. بیاید اینجا بچه‌ها، یه مثلث میخوام داشته باشیم و اینو روش پیادهش کنیم. من یه مثلث انتخاب میکنم به این حالت. خب این همان مثلث قائم الزاویه ماست. خب یه لحظه اینم ویرایش کنیم و بریم جلو. بچه ها زاویه که قائم هستش رو شما دارین تو شکل میبینید، درسته؟ زاویه قائم اینجاست. هر آن چیز که روبرو و مقابل این قائمه باشه میشه وتر. وتر همان ضلع درازتر ماست. پس دو تا ضلع دیگه میمونه که غیر قائمن، یعنی دو تا ضلع قائم داریم که غیر از وترن. اسمشو آ و ب بذارید. خب پس یه وتر هم داشتیم. فیثاغورس چی میگفت؟ میگفت وتر به توان دو میشود آ دو به علاوه ب دو. اینم یه یادآوری کوچیک. پس ببینید بچه ها، من الان میخوام اینو با مثلثات ترکیب کنیم و به یک قانون برسیم. بچه ها سینوس یعنی چی؟ سینوس آلفا. طبق اون نمودار فهمیدیم که محور ایگرگ ها میشد محور سینوس ها. اما طبق این مثلث چی باید بگیم؟ باید بگیم ضلع مقابل به وتر. این تعریف سینوسه. و کوسینوس میشود ضلع مجاور به وتر. من اینجا رو آلفا گرفتم دوستان. اگر اینجا آلفا باشد، خب این می شود ضلع مقابل من و این بی می شود ضلع مجاور من. مجاور یعنی همجوار، یعنی چسبیده بهش، یعنی همسایه با اون آلفا. و مقابل دور از آلفا، روبروشه، مقابلشه. و وتر هم که خب دیگه همون ضلع کجیه که من داشتم که قشنگ روی روبروی 90 درجه بود. و گاتی نکنید اینا رو، مقابل مجاور وتر رو گاتی نکنید. اوکی؟ پس این شد تعریف سینوس و کوسینوس. و تعریف تانژانت هم بخوام بگم، تانژانت آلفا میشود چی؟ میشود مقابل بروی مجاور و کوتانژانت آلفا. مجاور بروی مقابل، برعکس همن. تانژانت و کوتانژانت معکوس همن. پس بچه ها وقتی تانژانتش مثلا 2/5 زود بگید کوتانژانتش 5/2. کافیه جاها رو عوض کنید. همین داشتن تانژانت انگار کوتانژانت هم توی مشت شماست. فقط کافیه اون عدد رو برعکسش کنید. تانژانت 1/10، گوش کن، تانژانت 1/10 اون 10/1، 10 کوتانژانت 10 میشه. اما سینوس کوسینوس چیان؟ مقابل به وتر و مجاور به وترن. چیان اینا؟ یه مثال بزن. بچه ها من اینجا رو میگیرم 3، اینجا رو میگیرم 4، خود ازش بزرگتره، میخوام مقیاسها رو رعایت کنم. وتر طبق فیثاغورس میاد 5، اعداد فیثاغورسی معروف 3 و 4 و 5. تو این حالت بچه ها سینوس یعنی مقابل به وتر. این آلفای منه ها دوستان، اگر اینجا آلفا بگیرم فرق میکنه. اون وقت این بی میشه مقابل، آ میشه مجاور. دقت کن کجا رو آلفا میگیری تو. همیشه بیا این گوشه که این وتر رو آلفا بگیر، بگو این آلفای من. خب پس سینوس این آلفا چی میشه؟ من اینجا رو میخوام آلفا بگیرم و حساب کنم. چی میشه اسمش؟ میشود 3/5 مقابلش، 3 وترش 5. کوسینوس این آلفا چقدر؟ 4/5 مجاور به وتر. تانژانت آلفا 3/4 مقابل به مجاور. برعکسش کن، 4/3 کوتانژانت آلفاه. اوکی؟ مثال، من میخوام اینجا رو بگیرم بتا، یه زاویه دیگه بتا. میشه بگید سینوس بتا چی میشه؟ بچه ها طبق تعریف بگید، بگید میشود مقابل به وتر. حالا مقابلش میشود 4/5، وتر 5. مقابل این دفعه اینجا میشه، این 4 اون وقت میشه مقابل برای بتا. اوکی؟ و این
آ که سه هستش، بچه ها حکم مجاور رو برای بتا داره ها، مثلا کوسینوس بتا میشود سه پنجم، مجاورش سه وترش پنجه، و به همین ترتیب تانژانت و کوتانژانتش هم به دست میاد. تانژانت بتا هم بگید به من، تانژانت بتا طبق تعریف مقابل به مجاور، مقابل چهار، مجاور سه، و طبیعیه که کوتانژانت بتا میشه چی؟ معکوس اون سه چهار. پس دقت کن هر جا که آلفات باشه طبق اون بگو مقابل کیه و مجاور کیه. اوکی، اینم از این مثلث جادویی. بریم ادامه. میخوام یه سوال خوب حل کنم. میگه آلفا یه زاویه حاده است. یه زاویه حاده است. حاده یعنی چی آقا؟ ربع اوله، ربع اول که همش هم مثبت بودن، و گفته سینوس آلفا رو هم به ما داده. چقدر داده؟ گفته یک پنجم. میگه بقیه یا سایر نسبت ها رو چیکار کن؟ مشخص کن. یعنی کوسینوس آلفا رو بگو، تانژانت آلفا رو بگو، و کوتانژانت آلفا رو هم بگو. چیکار کن؟ بیا اینجا چیکار کنیم؟ یه مثلث بکشیم. نمیخوام وارد بحث های فرمولی بشیم، میخوام با همین مثلث بریم و کار کن. اوکی؟ سینوس آلفا چقدر؟ یک چهار. درست؟ لحظه من اینا رو اوکی کنم که دیده بشه. خب این از مثلثی که ما لازمش داریم دوستان. خب بچه ها اینجا رو من آلفا میگیرم، آقا این آلفای من. خب ببین سینوس آلفا چقدره؟ یک پنجمه. بگو طبق تعریفت این مگه مقابل به وتر نبود؟ پس این مقابل اینجا یک باید باشه، اینم که طبیعی پنج باید باشه، این وتر منه، این هم 90 درجه بود دیگه. پس بچه ها این مفهومشه که این یک بوده مقابلش، وترش پنج بوده، که سینوسش یک پنجم در بیاد. تو این حالت اینجا رو یه علامت سوال بذارم، زر مجاور رو ندارم الان. بریم با فیثاگورس اینو به دست بیاریم. آقا وتر به توان دو 25 مساویس با این یک به توان دو یک، بله اینم ایکس بگیرم، ایکس به توان دو می‌نویسم. خب بچه ها ایکس به توان دو میاد 24. قبول داری که x میشه رادیکال 24؟ پس اینجا رادیکال 24 بوده، تمام، و این مجاور کشف شد. چه کمکی میکنه؟ آقا حل میشه دیگه، کوسینوس آلفا میشد مجاور به وتر، یعنی رادیکال 24 پنجم. خیلی راحت تونستم به دومین دوست برسم. چهار تا دوستن، سینوس معلومه، میگه بقیه دوستاشو اسماشو بگو، مثلا بگو بقیه مثلا چند سالشونه. الان این مثلا سینوس یک پنجم بود، یک پنجم سال سن داشت مثلا میگم، این الان سن کوسینوسه. تونستیم با داشتن یه دونه به ویژگی های سایرین دست پیدا کن. خب بگیم تانژانتش چقدر. آقا تانژانت چی بود؟ مقابل به مجاور یک به رادیکال 24، مقابل به مجاور، و طبیعی دیگه رادیکال 24 یکم میشه کوتانژانت برعکس. بچه خیلی ساده و خیلی راحت، بیاید یه مثال دیگه. میگه آلفا زاویه‌ای در ربع دومه. حالا اینو برده ربع دوم، بچه ربع دوم ببره سینوس مثبت بود اما کوسینوس منفی بودا، یعنی این مثلثه که خیلی خوبه یه دونه عیب کوچیک داره، اینه که علامتو نمیده به من. من باید علامت خودم بفهمم و اعمال کنم. بیاد اینجا آقا این آلفا بگیر، این آلفای من. مگه نمیگه کوسینوس منفی یک چهارمه؟ کوسینوس آلفا منفی یک چهارمه. خب میگیم آقا این منفی برای علامتشه، بذار کنار فعلا. اینو بذار کنار، این منفیه برای چیه؟ علامت چیه؟ ربع دومشه دیگه. پس انگار عدد مربوطه قدر مطلقی فکر کن اینجا یک چهارمه، یعنی مقابل از بخوام مجاور به وتر یک چهارمه. کوسینوس مجاور به وتر بود، پس آقا این که آلفا باشه این میشه مجاورش یک، اینم که وترش چهار میمونه، این مقابلش که باید با فیثاگورس به دست بیارم، نه که 90 درجه بود.
میگیم آقا وتر به توان 16 مساوی با 1 به توان 1 به علاوه اینم که x بگیرم x به توان 2 x به توان 2 میآید 15 بله و x میآید رادیکال 15 تمام اینم رادیکال 15 من این مقابل آلفای ماست پس بچه ها گفته کوسینوسش منفی 1/4 باید ما سینوس آلفا رو تانژانت آلفا رو و کوتانژانت آلفا رو هم به دست بیاریم میگیم سینوس آلفا چه بود تعریفش مقابل به وتر رادیکال 15/4 تانژانت آلفا تعریفش چیه مقابل به مجاور رادیکال 15 یکم که همون یکم نمی‌نویسیم تو مخرج رادیکال 15 عادی این شد تانژانت آلفا ولی اینجا تو کوتانژانت برعکسش یک به رادیکال 15 و دیگه اینو فقط میشه چیکار کرد گویاش کرد رادیکال عامل رادیکال تو مخرج بیاد گویاش کنید مثلا لازم نیست تا این الان کوتانژانت رو به دست آوردم من ولی یه ضرب در رادیکال 15 میکنم تقسیم رادیکال 15 میکنم میشود رادیکال 15 تو صورت پایینم که میشود خود 15 چون دوتا چیز به هم ضرب بشن توان 2 میگیره توان 2 اونو رادیکال از بین میبره و اینم از کوتانژانت ما بچه ها این مثلث خیلی مهمه اما نکته آخر آلفا کجا بود؟ دقت گفتیم علامت رو به ما نمیده و ما باید تهش علامت رو چک کنیم بچه ها روبه دومه دیگه آلفا چیه؟ من آلفامون روبه دومه سینوس چیه تو روبه دوم؟ مثبته پس بچه ها این رادیکال 15/4 اوکیه من با یه رنگ مناسب یه اوکی بزنم که این کاملا درسته مثبته رادیکال 15/4 و جواب درسته اما تانژانت و کوتانژانت چی بودن؟ تانژانت یعنی سینوس تقسیم بر کوسینوس آقا سینوس که مثبته کوسینوس هم که منفیه خود سوال گفته رو به دوم ضرب مثبت در منفی میشه منفی پس بچه ها تانژانت منفیه پس جواب میشود منفیه رادیکال 15 و تمام ببین اینو باید آخر اعمال بکنی و کوتانژانت بودم منفیه این عدده اوکی منفی رادیکال 15 15 منفی از کجا اومد گفتیم که تعریف اینه که تانژانت یعنی سینوس تقسیم بر کوسینوس علامت هایشان به هم ضرب می شود و کوتانژانت هم کوسینوس به روی سینوس یا اون برعکس تانژانت کافی یک شو به دست بیاری یکی هم به دست بیاد دوستان علامت ها خیلی مهمه پس ببین آلفا در کدوم ربعه اونو باید اول تحلیل بکنی خب ربع اول باشه همه مثبت اونجا دیگه هیچ کاری نمیخواد انجام بدی و همین مثلث کار رو تموم میکنه اما رو به دوم بگه سوم بگه رو به چهارم بگه اینا چی هن؟ متفاوتن با یه مثال از بحث ربع های دیگه من یه ربع سوم دارم بچه ها و گفتم تانژانت آلفا 5/4 این دفعه تانژانت رو دادم میگم اون سه تا دیگهش رو به دست بیار آقا تانژانت 5/4 یعنی این اگر آلفای من باشه اینجا حتما 5 بوده مقابل به مجاور میشه تانژانت دیگه با وتر کار نداشت تانژانت مقابل با مجاور میشه تانژانت 5/4 حالا اینجا وتر رو ایکس بگیریم و بریم با فیثاغورس به دست بیاریم چون وتر لازمه که به دست بیاد برای سینوس و کوسینوس وتر لازمه خب آقا ایکس به توان 2 وتر به توان 2 مساوی 5 به توان 2 25 بله اینم که 16 4 تا 16 جمعش بکن بچه‌ها میشه 41 پس x میشود x به توان 2 اومد 41 x میشود رادیکال 41 و تمام وتر ما رادیکال 41 بوده خب بچه ها الان مثلا سینوس آلفا رو بگو به من سینوس چی بود؟ مقابل به وتر 5 به روی رادیکال 41 کوسینوس آلفا چی بود؟ مجاور به وتر 4 رادیکال 41 تانژانتی که خودش داده نمیخوام کوتانژانت هم چی میشه؟ کوتانژانت هم که دیگه اصلا چشم بسته بگو تانژانت رو برعکس میکنم میشه کوتانژانت دیگه درسته؟ خب میشه چی؟ میشه 4/5 برعکس تانژانت میشه کوتانژانت اما بچه ها ربع سوم گفته ها حالا بریم علامتاش هم کشف کنیم دایره بکش و ربع سوم رو قشنگ ببین
و حفظ نکن. یک، زاویه دلخواهی بکش در رب سوم، بگو زاویه منه. خب آقا اینجا الان سینوس من آفری منفیه، پس سینوس تو منفیه، این عددی منفیه 5 به رادیکال 41. اوکی، پس میام آخر سر علامت هامو چک میکنم و درستش میکنم، میگم کوسینوس تو مثبتی یا منفی؟ طبق این روش اینجا قطعش کرد، اینم منفیه، پس کوسینوس تو هم منفیه، این عددی منفیه 4 به رادیکال 41. اما تانژانت کوتانژانت مثبتن، چرا؟ چون امتدادی باید بری ببین این محور محور تانژانته. خب حالا بعد کشیدمش، امتداد درست خود سوال، خود فلش هرگز آن را قطع نمی کند، واگرا است، دومشو از اون ور امتداد میدم و میرسم به اینجا. بعد یک چیز مثبتی در تانژانت وجود داره، بعد تانژانت مثبت، خب خود سوالم گفته بود تانژانت مثبته، کوتانژانتمون هم مثبت در میاد و به همین خاطر مثبتش درست بوده. پس من اومدم آخر کار یه دونه علامت ها هم چک کردم بچه ها. پس ما با داشتن یک دونه از این 4 تا دوست به آدرس 3 تا دوست دیگه با یه مثلث قائم الزاویه پی میبریم و علامت ها رو هم از روی دایره فهمیدیم. امیدوارم که این بحث براتون جالب بوده باشه و اون دیدگاه منفی که خیلی ها دارن از این دانش آموزا که مثلثات رو کلا اصلا باز نمی کنن و واقعا میترسن و اسم سینوس و کوسینوس که وقتی که میاد واقعا گیج میشن و اصلا نمیفهمن جریان چیه. بچه ها اگر با ما همراه باشید مطمئن باشید که پله پله شما رو به اون جایی که لازمه تا یک نتیجه خیلی خوب بگیرید شما رو راهنمایی و مشاوره میکنیم و امیدوارم در ادامه با ما همراه باشید. تا یه مستایی میره دیگه، خدا نگهدار.